سلام، اگر صفحات اجتماعی ما رو دنبال نکردید ممنون میشیم که همراه ما باشید. ما رو سابسکرایب کنید، دنبال بکنید، فالو بکنید، لایکمون بکنید تا انگیزه بشه واسه این که بتونیم این ویدیوها رو ادامه بدیم. ممنون از شما. بله، من دو تا صدای مختلفی، صدای چایمز هست که اضافه کردم به کار. ببینید تو اسم این رو اشتباه نوشتن. بله، یه این صدا رو و این صدای کاخون رو. یه لوپی بودش که من از قبل اینو داشتم، داخل سمپلان پیدا کردم و گذاشتم. حالا قراره این رو یه تغییری بدیم که همین لوپ نباشه دقیقا، یه سری صدا از توش در بیاریم و ازش استفاده بکنیم. ببین عزیزان، خیلی مواقع پیش میاد که ما یه صدایی داریم و میخوایم از اون صدا استفاده بکنیم، ولی داخلش یه سری ادوات اضافه داره. حالا چجوری میتونیم این ادوات رو از بین ببریم و صدا رو تیکه تیکه بکنیم که بتونیم ازش به راحتی استفاده بکنیم؟ داخل خود شکل ویف که بشین، این قسمت براتون مشخص میشه. توی این قسمت، این قسمت هیت پوینتس، شما وقتی که create slice رو بزنید، سمپل شما خب میپره بیرون و سمپل شما تیکه تیکه میشه و شما میتونید به راحتی از تمام صداش استفاده بکنید. ببینید، من مثلا این قسمت رو کلن میوت میکنم. ببینید، شما به راحتی میتونید از این سمپل استفاده بکنید. دیدین؟ بعضی وقت پیش میاد که ما یه سمپلی داریم، میگم خیلی خوش صدا هست و میتونیم ازش استفاده بکنیم، ولی چون یه سری صدای اضافی داخلش هست و باعث میشه تداخل داشته باشه با ریتم و فیز ایجاد بکنه، ما اسلایس میزنیم و صداها رو سعی میکنیم به اون چیزی که میخوایم و باب دلمون درش بیاریم. خب من تمام صدا رو میوت کردم و گوش میکنم ببینم با ریتمم چه جوری در میاد. اینجا تمومه، آره اینجا تمومه، آره. خب گوش میکنیم. اینجا تموم، اینجا تموم، اینجا تموم، اینجا تموم، اینجا تموم، اینجا. خب من این دوتا صدا رو از توش با من قسمت باس این، چون بیس کیکمون داره کار همین باس کاخون رو انجام میده و نیازی ندارم، یک فیزی ایجاد میکنه و یک هامی میده به کار که خیلی نیازی ندارم به اون هام. اینجا تموم و سعی میکنم اینا رو میوت کنم، یه مقدار این ویومون رو تر و تمیز میکنم که صداهای اضافه داخلش نباشه و تمام بیس های این کاخون رو میوت میکنم. میبینید اصلا شکل ویو مشخص است که کدوم قسمت خیلی شدتش بیشتره. من از اون قسمت ها استفاده میکنم و جایی که نمیخوام رو میوت میکنم. به چشم مزوشو، به چشم مزوشو، به چشم مهربون تو سوزوشو، به چشم مهربون تو سوزوشو، به چشم مهربون تو سپرده یزوشو، به چشم مهربون تو سپرده زوشو، به چشم مهربون تو سپرده. فکر میکنم دیگه بقیهش کپی باشه. یک بار گوش میکنم همون میزان اول، چند میزان اولی که درست کردم فکر میکنم کفایت میکنم. زوشو سپرده، یکی اینجا نب. بله، ما نیازی به اینها نداریم، پاکشون میکنیم و
دو میزان از لوپمون رو نگه میداریم و بقیه رو پاک میکنیم. حالا کپیش میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته. کی اینجا تموم آرزوشو به چشم مهربون تو سپرده، یکی اینجا نفس میکشه بی تو ولی ام... خب یه صداشو کم میکنیم. من یه افکتی اینجا هست داخل خود کیوبیس به اسم اوتوپن، یه تست میکنم ببینم اگر این اوتوپن رو تو قسمت مدلاسیون هستش ببینم چجوری میشه. صدا رو میوت میکنم، سولو میکنم، گوش بکنیم. اگر دقت بکنید صدا پن میشه به چپ و راست. این ریتش رو میتونید تغییر بدین. من این رو روی یک دوم میذارم، گوش میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. کی اینجا تموم آرزو شد. خیلی صدای رنگ خیلی خوبی میده به کار. مطمئنم وقتی که شما اینو اوتوپن میکنی یه لولی از بین میره، یه درصدی از لولش کم میشه. حالا دوباره برش میگردونم به اون حالت اولی ببینم لولش چقدره. کی اینجا تموم آرزو شد. یه مقدار کمش میکنم. یکی اینجا نفس میکشه بی تو کمتر، ولی انگار 700 سال. اینم ریتش هم یه تغییر میدم ببینم چه اتفاقی میفته. تو رو نداره دنیارم نمیخواد. فکر میکنم رینج یک چهارم بهتر باشه. وقتی که کلن با ریتم گوش میکنیم میبینیم این یک چهارم باشه بهتره. اینم فقط واسه قسمت اولمون. تو این قسمت ها نیازی نداریم ازش استفاده بکنیم. اینجا هم یک تست میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. آه تو براش یه چیز دیگه. نه نیازی نداریم، اینجا میخواییم خلوت تر باشه. فقط واسه همون قسمت اول ازش استفاده میکنیم. اینجا تموم آرزو شد به چشم مهربون. خب الان با چند تا حرکت خیلی ساده یه مقدار ریتممون، تنوع ریتممون بیشتر شد، پرکاشن اضافه شد، میبینید ترکامون چند تا ترک اضافه شد. الان درامامون تشکیل شده از 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 تا 11 تا ترک درامامون شده و فکر میکنم کافی باشه واسه این که درامامون از همین اندازه که کافیه. من این صدای چایمزم جا به جا میکنم و سر جایی که میخوام ازش استفاده میکنم. ببین برای شروع کار میخوام یه مقدار سینک تر باشه. برای شروع کار من از این چایمز استفاده میکنم. یکی اینجا تموم. یک گینش هم یه مقدار کم میکنم، 6 دی بی کمش میکنم. یکی اینجا. اگر مترونوم هم روشن بکنید ببینید یکی اینجا تمومه. دقیقا سر ضرب شروع میشه و اینها طولش رو و انتهاش رو بنزه 3 میزان میکنم که موقعی که خواستم کپی بکنم دیگه مشکل نداشته باشم و سر ضرب باشه و انتهای تمام ورسو کورسی که میخوام از این استفاده میکنم. آره زمستون هوا برگرد سرده و همینجا و شروع اینجا نگاه تو برام و همچنین قسمت دوبار تو تنها آرزوشی که و همینطور انتهای بله. خب فکر میکنم تا حدودی ریتممون و اون بیس کارمون چیده شده.
بعد دیگه قرار هست یه سری صداهای دیگه اضافه بکنیم و همچنین آموزش بدیم که چجوری میتونید روی این کار ساز بگیرید. بله خیلی مهمه شما وقتی که یک کاری رو تنظیم میکنین، مخصوصا یک کاری مثل این که خیلی نزدیک به صدای آکوستیک، حالا ما به خاطر بودجه و کمبود بودجه نمیتونیم از سازهای زیادی استفاده کنیم، یعنی دراممون رو زنده استفاده بکنیم، بیسمون رو زنده استفاده بکنیم، اگر بشه که عالیه، ولی اکثر دوستانی که تازه شروع میکنن به کار به خاطر کمبود بودجه مجبورن که بیشتر از VST استفاده بکنن و ما سعی میکنیم که حداقل توی همچین کاری حتما از یک ساز زنده استفاده بکنیم و من ضبط شده این گیتار این کار رو دارم و بهتون نشون میدم که اگه خواستین روی این کار یک ساز زنده استفاده بکنید چجوری باید پترن های گیتارتون رو بچینید و استفاده بکنید، اصلا از یک گیتار چه حالت هایی استفاده بکنید که کارتون متنوع بشه و داینامیک موسیقیتون کمک بکنه.